خیر. ببینید جمهوری اسلامی در واقع برای اینکه اثر داشته باشه چیزی روش، باید دید که جمهوری اسلامی از چه چیزی میترسه و این رو باید در تاریخ دید. ببینید مثلا در همین برنامه هسته‌ای شما دیدید که جمهوری اسلامی به فشار بین المللی واکنش نشون داد وقتی که فشار زیاد شد. یعنی این یک بحثی که گاهی مطرح میشه که جمهوری اسلامی گویا کاملا یک جزیره دور افتاده از جامعه جهانی هستش و به هیچ نوع فشاری پاسخ نمیده و آقای خامنه ای و اعوان و انصارش هر کاری که دلشون بخواد میکنند و هیچ توجهی به این ندارن که نتیجه این کارهاشون در عرصه بین المللی چی است و واکنش جامعه جهانی چی هستش، این اشتباه هستش. کاری که میشود کرد قبلا شده است، نشون داده که اثر داره و ما هم میتونیم بکنیم، این هستش که در واقع فشار بیاریم روی جامعه مدنی غرب، برای اینکه جامعه مدنی غرب به خوبی میتونه فشار بیاره روی سیاستمدارهای غربی، روی کمپانیهای غربی، برای اینکه مسئله حقوق بشر در ایران رو در سرلوحه کارشون قرار بدن. یعنی وقتی که خانم موگرینی میره ایران برای اینکه قراردادهای اقتصادی ببنده، اگر که در اروپا نهاد روشنفکران شناخته شده، نهادهای مدنی شناخته شده بیان فشار بیارن روی اینها، اینها مجبور هستن که کوتاه بیان. این به این دلیل نیستش که خانم موگرینی دغدغه حقوق بشر داره. خانم موگرینی یک سیاست مدار هستش و میخواد در سیاست باقی بمونه و یک سری پشتوانه های مالی، سیاسی و پشتوانه مردمی رو باید داشته باشه. اگر که شما بتونید اونجا فشار بیارید میتونید این کار بکنید. ما در داخل ایران حکومت چی کار کرده؟ حکومت تمام فضاها رو بسته. فضایی که الان وجود داره فضای سایبر هستش، فضای مجازی، فضای به نسبت بازی هستش. باید از این فضا استفاده کرد و اگر که در واقع برنامه ریزی شده باشه و همه همکاری بکنن و هدف این باشه که فشار، هدف در واقع باید این باشه که فشار رو آورده بشه روی غرب در روابط اقتصادی امنیتیش با ایران، اونجا اگر که شما بتونید کار رو بکنید حکومت کوتاه خواهد اومد. خب شما الان دیواری کشیدید ما بین فعالین داخل کشور و خب البته افرادی که دارن در خارج از کشور با اون اپوزیسیون فعالیت میکنن و یا در مجموع فعالینی اجتماعی که در خارج از کشور هستند. اما خب چون خودتونم گفتید خانم موگرینی یک سیاستمداره و طبیعتا یک سیاستمدار وقتی میخواد به یک کشوری سفر کنه درباره مردم اون کشور و کلا شرایط اجتماعی اون کشور میاد یک بررسی هایی میکنه، یک آشنایی های زمینی پیدا میکنه. خب شاید ایشون به این نتیجه رسیدن که اصلا در ایران مشکلی به نام حجاب وجود نداره و مردم جامعه ما با این مسئله کنار اومدند و یا اصلا و در اصول کلیش با مشکل و یا مسئلهی به نام تضییع حقوق بشر در ایران مردم کنار اومدن و با همون هم مشکلی ندارند. بالاخره ایشون بررسی کرده بعضی از ریاکشن هایی که ما داریم میبینیم حتی در فضای اجتماعی بعضی ها و یا گزارش هایی که به ایشون داده میشه، شاید این رو بهش رسیدن و تصمیم گرفتن بر فرض کاری نداشته باشن به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. آیا به نظر شما به واقع این گونه است یا اگر این گونه نیست در مجموع و در چنین شرایطی ما باید چه کاری انجام بدیم؟ آیا اصلا منطقی است و یا اصلا ما این امکان رو داریم که به فعالین داخل کشور توصیه‌ای داشته باشیم؟ ببینید فعالینی که داخل هستن، من نمیتونم از اینجا در واقع بگم که مثلا فعالینی که داخل هستن باید خیلی شجاعانه عمل بکنن و بیان مثلا حرفای خیلی تندی بزنن، چنان که بسیاری دارن میزنن و هزینه‌اش رو میدن درست، ولی من نمیتونم در واقع اینجا بهشون رهنمود بدم. اما اگر که در واقع ما میخواییم که این وضعیت تغییر بکنه و شهید هم کسی هم نمیگه که مثلا افراد باید خیلی فعالیت های در واقع با هزینه زیادی بکنن، این به نظر از لحاظ اخلاقی که ما نمیتونیم همچین توصیه بکنیم، اما به هر حال باید این صدا رو بلند کرد. کاری که مثلا دکتر ملکی میکنه، کاری که آقای نوریزاد میکنه، بسیاری دیگه من الان خاطرم نیستش که اسم ببرم، بسیاری افراد که در زندان هستن، کاری که اینها میکنن و صداشون رو بلند میکنن، مثلا سر همین مسئله آقای کوکبی، خب بسیاری از داخل امضا کردن. متاسفانه برای اینکه جمهوری اسلامی فشار میاره در داخل و یک سری شما فعالینی رو در واقع به عنوان مخالف
غالب میکنه که اینها مخالف نیستن، ولی شما فعالین بسیار شناخته شده ای هم دارید که اینها در واقع با صدای بلند اعلام میکنن که این سیاست ها رو قبول ندارن و کاری که باید بشه و باید کرد این هستش که در واقع ما بتونیم صدای اینها رو برسونیم. یک چیز دیگر هستش، ببینید الان فضای مجازی یک جایی نیستش که در واقع فقط تو ذهن ما باشه ما فکر کنیم مهم هستش. نخیر، شما اگر که بیزنس ها رو هم که نگاه بکنید اونها هم بسیار فضای مجازی رو جدی میگیرن. الان جهان در واقع بخش فضای مجازی جهان کنونی ما روز به روز گسترش بیشتر پیدا میکنه، ما روز به روز بیشتر در داخل فضای مجازی هستیم، حقیقتا اینتراکشن هامون اونجا بیشتره تا در دنیای واقعی. توی فضای مجازی ممکنه ما در روز با 50 نفر حرف بزنیم، در دنیای واقعی ممکنه که فقط با 5 نفر حرف بزنیم. برای همین اونجا جای جدی هستش، هم دولت ها جدی میگیرن، هم رسانه ها جدی میگیرن، هم کمپانی ها جدی میگیرن و هم فعالین سیاسی حقوق بشری باید جدی بگیرن. اونجا یک جایی هستش که در واقع شما به همون خانم مگرینی، اگه خانم مگرینی روی صفحه فیسبوکش فعل مثل 20,000 تا 30,000 تا 100,000 تا پیغام بگیره که شما اگر که دارید میرید اونجا باید این حرف رو بزنید، ایشون مجبوره که واکنش بده. اگر که شرکت هایی که در واقع دارن میرن اونجا و قرارداد امضا میکنن، اگر که در واقع اینها پیغام های زیادی بگیرن واکنش بسیار بگیرن رو همون فضای مجازی، روی فضای واقعی هم بعد اثر میذاره. شما خواهید دید اونها مجبورن که واکنش نشون بدن، برای اینکه برند، برای اینکه شهرت، اینها قیمت داره امروز توی بازارها. این نیستش که در واقع کمپانی ها بالکل بی توجه باشن، همین است برای سیاسیون. این دیگه مردم داخل و خارج نداره، شما چه داخل باشید چه خارج باشید میتونید این کار رو با هزینه کم انجام بدید. برای همین نکته که من میگم این هستش که فضای مجازی مهم هستش، روز به روز بخش مهمتر از زندگی ما میشه و روی مناسبات واقعی قدرت و واقعی اقتصاد هم تأثیر میذاره. این هم داخل و خارج نداره، این کاری هستش که هم در داخل میشه کرد هم در خارج میشه کرد. در خارج طبیعتاً امنیت بیشتر هستش، امکانات بیشتر هستش، راحت‌تر میشه کرد، ولی در داخل کسانی که یک حرفی که یک فعال در داخل بزنه 10 برابر حرفی که ما در خارج بزنیم اینجا میشه روش مانور داد، اینجا روش حساب میکنن، برای اینکه در یک شرایط در واقع بسته این شجاعت رو داره که بیاد اون حرف بزنه. به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران بعضی از مردم با توجه به گزینه‌های محدودی که در اختیارشون بود به هر حال بر مبنای شاید حالا کورسوی امیدی که ایجاد شده بود بر پایه بعضی از تبلیغات به هر حال تصمیم گرفتن که دولتی رو بهش و یا فردی رو بهش رأی بدن که احساس میکنن میتونن در آینده شرایط بهتری براشون ایجاد بکنه و یا امیدی داشتند و رأی دادند. بدون تعارف هم خب حامی اصلی آقای روحانی افراد از جناح اصلاح طلب بودند. ما دیدیم آقای خاتمی رو، حتی آقای رفسنجانی رو دیدیم که حالا متمایل به اصلاح طلب ها هستش، همچنان هم از آقای روحانی حمایت کردند و در نهایت آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران انتخاب شده. اما خب اخیراً که خانم مگرینی میخواست به ایران سفر کنه بیش از 60 نفر از اعضای پارلمان اروپا ازشون خواستند که اگر به ایران رفت و در جلساتی که داره با افراد مختلف در ایران با اعضای دولت، ریاست جمهور، برفرد و یا وزیر امور خارجه و یا هر کس دیگر در رابطه با شرایط تضییع حقوق بشر در ایران حتما با این افراد صحبت بکنه و رایزنی بکنه. سایت کلمه اخیراً مقاله‌ای رو منتشر کرده که در این رابطه گفته بود که به هر حال این چه حرکتی است، این معنا نداره از نظر عرف سیاسی که اعضای پارلمان از خانم مگرینی بخوان و چیزی رو بر ایشون تحمیل بکنن که شما وقتی میای ایران حتما باید در رابطه با حقوق بشر در ایران پرسجو و تحقیق بکنی. و جالب اینجاست این رو سایت کلمه داره میگه که در مقطعی همچنان هم هست به عنوان سایت اصلی و مرجع و ارگان اصلاح طلبان شناخته میشد و همچنان هم شناخته میشود. اونها همیشه صحبت از این میکردن که میبایست حصر رهبران اصلی جنبش سبز به پایان برسه، اما الان دارن میگن
برای ما اصلا اهمیت نداره اینکه این خانم بیاد پیگیری حقوق بشر رو بکنه. حقوق بشر نباید در مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران اصلا محلی از اعراب داشته باشه. برای حال سوال من اینه که با این وضعیت شما در اصلاح طلبان آیا تغییری میبینید؟ آیا اونها تغییر کردند؟ اگر تغییر کردند به چه صورت و یا اصلا چه تغییر نداشتند؟ اگر تغییر نکردند به چه علت تغییری نکردند؟ آقای روحانی البته اصلاح طلب نیست، آقای روحانی از ابتدا جز تیفی بوده که حالا اون موقع راست بهش میگفتن محافظه کار. آقای روحانی خودش هم ادعا نمیکنه که اصلاح طلب هستش، کسی هم ایشون رو به عنوان اصلاح طلب قبول نداره. این که الان آقای روحانی رو در واقع میانه رو و اصلاح طلب خونده میشه به این دلیل هستش که این فضای سیاسی ایران از 2 خرداد 76 به این ور، از 2 خرداد 76 که در واقع گفتن اصلاحات شروع شده، شما نگاه کنید که فضای سیاسی ایران چقدر رو به افراط میل کرده که آقای روحانی که چی، آقای علی لاریجانی که در واقع ایشون سرتیم جزء رهبران جنبش ضد اصلاحات بود، ایشون رو الان میگن که این یک چهره میانه رو هستش. این به این دلیل هستش که کل فضای سیاسی ایران میل کرده به افراد تیف هایی که در واقع اصلاح طلب نام داشتن و دغدغه اصلاح داشتن، اونها بالکل حذف شدن. اونها مثلا چهرهای مثل یا حذف شدن یا نظراتشون رو تعدیل کردن. چهرهای مثل آقای تایزاده، مثل آقای حجاریان، مثل عبدالله نوری، بعضی از اینها بالکل حذف شدن، در زندان هستن، خانه نشین هستن، یا اینکه نظراتشون رو مجبور شدن که تعدیل بکنن برای اینکه بتونن خودشون رو در فضا نگه دارن. به این معنا ما الان در فضای سیاسی ایران اصلاح طلبی نداریم، ما تندروها رو داریم و کمتر تندروها رو داریم. به قول ما در اینجا برایشون اسم گذاشتیم هارد لاینر و هارد لاینر. چیزی به اسم اصلاح طلب در فضای سیاسی ایران الان وجود نداره. همین مجلس رو نگاه کنید یا در مجلس خبرگان که در واقع مثلا آقای ری شهری رو به عنوان یک چهره حالا کم در تون رو جا زدن در مقابل مثلا آقای مصباح یزدی. از این نظر ما اصلاح طلب نداریم. اما نکته ای که در واقع راجع به سایت کلمه گفتید، ببینید سایت که در خرداد 88 در فضای بعدش در جنبش سبز نیروهای بسیار گرد هم اومدن، اینها لزوما با هم سنخیتی نداشتن. در اون دوره خاص حول مخالفت با نتایج اون انتخابات گرد هم اومدن. خیلی از اینها در واقع دغدغه‌شون اصلا بعضی از اینها دغدغه‌شون بازگشت به عصر طلایی امام راحل بود. خب اون عصر طلایی امام راحل که خود همونطور که خود آقای خامنه‌ای ازش نقش شده در اون دوران خب آدم‌ها رو آویزون می‌کردن. کلمه در واقع کلمه و طیف‌های مثل اون به نظر من اینها اتفاقا خیلی ناراحت هستن که چرا آقای موسوی نمیاد بگه که من اشتباه کردم، برای اینکه اینها از این وضعیت رو دروایسی که توش هستن در بیان. برای اینکه اینها تمام عمرشون رو با نظام بودن، برنامه‌شون برای آینده هم این نبودش که در واقع یک چنین اتفاقاتی میفته و اینها حالا به خارج پرت میشن، به خارج از نظام پرت میشن و الان تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه بتونن یک راهی پیدا کنن برای اینکه برگردن به داخل نظام. این نظام هستش که اینها رو راه نمیده. این تمام این صحبتهایی که میشه راجع به اینکه به هر حال دیگه خرداد این انتخابات 92 یک پایانی بود بر اون مسائل 88 و اینها، در واقع همه سیگنال به نظام هستش که آقا ما یک کاری کردیم، اشتباه کردیم. این آقای موسوی هم به هر دلیل به دلایل خسارت شخصیش آدمی هستش که سر حرفش وایساده، ما دیگه با اون نیستیم. این رو منتها نمیتونن خیلی صریح بگن، ولی سر بزنگاه ها شما ببینید که این حرفا زده میشه. یعنی شما وقتی که میگید که خانم مگرنی حق نداره اونجا راجع به حقوق بشر حرف بزنه، یعنی که راجع به همین وضعیت آقای موسوی که شما سنگش رو به سینه میزنید حق نداره حرف بزنه دیگه. این بسیار هم عالی، اما من سپاسگزارم از شما. اما در این میان مردم ایران چه؟ مردم کوچه و بازاری که همونطور هم که گفتم پی یک تغییر و یه امیدی بودند بعد از اینکه در انتخابات سال 92 شرکت کردن و رأی دادن توی اون. در مورد مردم ایران به طور کلی، ببینید من فکر میکنم که مردم ایران بسیار ناامید هستن از اینکه در واقع تغییر بنیادینی در وضعیت حاکم بر ایران اتفاق بیفته. از اون طرف
در خاورمیانه میبینم که در اطراف ما که بخش مهمیش هم زیر سر همین جمهوری اسلامی هستش، یعنی بخش استراتژی بقای جمهوری اسلامی این هستش که منطقه رو به هم بریزه، که در داخل بتونه بگه که اگر که من نباشم کشور مثل اینها میشه. به گمان من این امیدی که شما مدام مطرح میشه، دولت تدبیر و امید، این امید اتفاقا در واقع بزرگترین نشانه این هستش که مردم ناامید هستن. اتفاقی که خواهد افتاد و ما تلیعش رو هم میبینیم، من اینکه آقای روحانی یک قولهایی داده که انجام نداده، که این صحبت ها راجع به جهش اقتصادی، من یادم هستش که بعضی از طرفداران ایشون میگفتن که در سال دوم دولت ما رشد 10% خواهیم داشت، رشدی که پارسال ما داشتیم اگر منفی نبوده یک چیزی نزدیک صفر بوده. این وعده هایی که آقای روحانی داده هیچ کدوم درست، هیچ کدوم انجام نخواهد شد و مردم ما دوباره برخواهند گشت سر این که در واقع باید یک راه حلی پیدا بکنن، برای اینکه تا جمهوری اسلامی هست، تا این ایدئولوژی هست، تا این حاکمانی که 30 سال هستش که اینها که 30 سال سرکارن دیگه، تغییر نکردن، که همین آقای روحانی ظرف 30 سال اخیر همیشه در مقامات بالا بوده، آقای رفسنجانی در مقامات بالا بوده، آقای خامنه‌ای در مقامات بالا بوده، این تیم اقتصادی روحانی ظرف این 30 سال اخیر همیشه بودن دیگه، این نبوده که اینها نبودند، که اینها کارآمد نیستند، اینها فاسدند، اینها سیاست خارجی جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شما شاهد سرمایه‌گذاری گسترده در ایران باشید، برای اینکه سرمایه امنیت میخواد، شما امنیت رو نخواهید دید در جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره، و وضعیت کشور همین خواهد بود. در نهایت مردم باید در واقع خودشون به این دو تا چارتایی بکنن که چیکار میخوان بکنن. این امیدی هم که ناشی از ناامیدی هستش به گمان من خیلی زود در واقع رخ برخواهد بست. ما باید خیلی نگران باشیم که دور بعدی دوباره یک چهره مثل آقای احمدی نژاد، حالا حتی بدتر از اون بیاد، از نظر اینکه در واقع ایران رو ممکن است دوباره درگیر بشه. ما نمونه هاش رو شاهد هستیم، همین الان سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی سرشاخ شده با جامعه جهانی، آقای اوباما هستش که در واقع واکنشی نشون نمیده، رئیس جمهور بعدی این انعطاف رو نخواهد داشت. و من فکر نمی کنم که در واقع این امید ناشی از ناامیدی که هستش دوامی داشته باشه و ما دوباره برخواهیم گشت سر پله اول که باید با جمهوری اسلامی چیکار بکنیم. سپاسگزارم از شما آقای سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از شهر نیویورک. گفتگوی خوبی بود. ببخشید دیگه من خیلی پر حرفی کردم. خواهش میکنم، بسیار هم عالی. ممنون از وقتتون. تا بعد، خدا نگهدار.